با یاد نام خدا و با عرض سلام خدمت تمامی شما بیننده های عزیز، امید صحتمندی و سلامتی شما عزیزان را دارم و همچنان از خدا خواهان هستم که جور و صحتمند و سرحال باشین. باز هم شما را خوش آمدید میگم به برنامه خودتان، یعنی برنامه بوستان عافیت. طبق معمول ما همه روزه دکتر صاحبای معزز با خود مهمان می داشته باشیم و همچنان در ارتباط به موضوعات صحی شما عزیزان میپردازیم. مگر در لابلای صحبت های ما نزد شما عزیزان کدام سوال خلق میشه، میتونین که از طریق شمار تماس برنامه ما با ما تماس شوین. شمار تماس برنامه ما هست 0730 700 730. و همچنان امروز خوشبختانه ما با خود دکتر صاحب معزز دکتر محمد آصف روستاخیز را با خود داریم که ایشان استاد اسبق پهنتون طبی کابل بودن و همچنان در ارتباط به تاریخچه صحت روانی سالهای اخیر با ما معلومات خود دادن. سلام دکتر صاحب، السلام علیکم. تشکر. استاد محترم، چی خوب است که شما در ارتباط به این صحبت بکنین که تاریخچه صحت روانی بین سالهای 1362 الی 1372 دو را یک معلومات مختصر را بکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. برام خداوند بخشاینده مهربان. قبل از سالهای 1362 صحت روانی به نام صحت دماغی که یک تشکیل بسیار خرد در چوکات وزارت ستامی آن وقت بود. اما بعد از سال 1362 این سطح دماغی به سطح روانی تبدیل شد. البته که بنیادگذار ازی یک تن از متخصصین رشته عقلی و عصبی که از انگلستان به کابل تشریف آوردن در سال های 1361-62 آمدن. اونا از به دموکراتیک خلق افغانستان بدن، نظر به شناختی که با صدر اعظم آن وقت آقای ستان ولی کشمن داشتن، اینا اون با اونا ملاقات کردن و این موضوع مطلب را دونا پیشنهاد کردن که همین خود جنگ بحران و جنگ که در افغانستان جریان داره این امکان داره که باعث شوی امراض روانی شود. بله. از خاطر ما باید برای پیشبین باشیم. بله. و باید برش آمادگی داشته باشیم. اونا بود که اونا اول به دپارتمنت عقلی و عصبی پانتون تیبی کابل یا شفاخانه علی آباد تشریف آوردن، یک مدت تعهد موجه بودن امرای دکتر متخصصین عقلی و عصبی استادای دپارتمنت عقلی و عصبی پانتون تیبی کابل و همکاری داشتن. اما نظر بعض دلایل اینا چون بعض مخالفت ها و اختلاف نظر اونها باز مجبور شدن که از سرویس عقلی و عصبی برن به جای دیگه که با تعمیر از رسای مجددی خوشحال مینه. موجه انتقال دادن دفتر خوده، موجه شروع کردن کارهای خوده. بسیار حوالی کار کردن اینا ای بزرگوار که بسیار یک شخصی وطن پرست دلسوز بود، اولین کار کرد افغان منتل هیلت تاسیس کرد. بله. افغان منتل هیلت که سطح روانی یا افغان منتل هیلت سطح دماغی یا دماغی یا سطح روانی افغان. بله. که در چوکات ازی باز بعض ریاست های دیگه، ریاست شفاخانه روانی کابل، ریاست شفاخانه متادین در چوکات می ریاست قرار داشت و این ریاست در چوکات وزارت ستامی آن وقت. بله. چه کرد که این آقای دکتر محمد صادق برناصفی از کشور انگلستان به افغانستان تشریفات که متخصص رشته عقلی و عصبی روانی بوده، در حدود 15 سال در یکی از شفاخانه‌های لندن این انترن بوده، دکتر برال بوده. این آمدن باز ما در سکیتری یا سطح روانی مدرن افغانستان مروج ساختن. بسیار. که مریضا با دوا و با دارو درمانی و با روان درمانی مریضات تداوی می شدن. بسیار عالی دکتر. و چیزی که اینو بزرگوار کردن که یک تشکیل جور کردن که در تشکیل افغان منتل هلت دکترای روانی، روانشناس، نرس روانی و کارمند اجتماعی شامل بود. بسیار عالی. و یک تشکیل بسیار وسیع جور کردن و این تشکیل از شورای وقت و از دولت وقت پاس کردن و مورد قبول آنها واقع شد و برای دو بود جام گرفتن. خب تشکر استاد محترم. چی خوب است که در ارتباط به این هم معلومات بتین که در زمان، البته در وقت، به خاطر بهبود صحت روانی افراد اشخاص، شما از کدام سمینارها و البته کدام ورکشاپ ها را دایر میکردین و چقدر مدت زمان طول میکشید؟ به خاطر روشنی از هان مردم جناب دکتر صاحب برناصفی اولا با سازمان سی جهان یک پروتکل امضا کردن و خفتن بر بخش UNDP
که بخش UNDP تقریبا یک بجت داره برای مسائل سیمینارها و ورکشاپ‌ها در مورد منتال هلت که ایار امید کمکار یا جلب کردن که تقریبا سالانه به حدود 15-20 سیمینار دایر میکردن برای پرسنل سطح روانی، برای دکترای سطح، برای دکترا، برای روانشناسا، برای نرسا و برای کارمندان اجتماعی، برای دکترای استاجر، برای دکتر صاحب متخصصین دیگه بخشا و برای اخشار دیگه جامعه سیمینار دایر میشد و اینا در 5 نقطه کابل به نام کمیونیتی سایکاتری سرویس جور کردن. در 5 نقطه کابل دو وقت، یکی به خوشحال خان، یکی به علاءالدین، یکی به کارتی پرمان، یکی به شهرنو، یکی به وزیر برخان که به نام کمیونیتی سایکاتری سرویس یا مرکز خدمات سطح روانی که در این مرکز خدمات سطح روانی اوپیدی امروزه بود، تداوی سراپا بود به نام درمانگاه روانی و دیگه به نام تیمارگاه روانی بود که این دی هاسپیتال و شفا نیروز مثل در لندن در دیگه کشورهای جهان، در کشور اروپایی به نام دی هاسپیتال یا شفاخانه روز یک جای است، یک اتاق است که مریضا به شکل سپورتیو گروپ سایکوتراپی یا روان درمانی گروه حمایوی میشن. تقریبا 30 الی 40 مریضا را میشنن و این بحثش گرد دایروی میشنن و دو تراپیست میباشه، یک تراپیستش فردن روانشناس، یک تراپیستش دکتر متخصص و یک تراپیستش کارمند اجتماعی یا روانشناس، یک تراپیستش فردن نرس روانی یا روانشناس و ترجیح میدن که تراپیست باید استاد پوانتون یا متخصص نباشه که زیاد تشریحات میده و مریضا را خواب میبره. بهتر است که تراپیست روانشناس باشه یا کارمند اجتماعی باشه، نرس روانی. دقیقاً. که و مریضا جربس رقم جربس بسیار فعال جریان داره. مریضا به شکل دایروی میشتن، اول کار که میشد مریض نو به دیگر معرفی میشد، بعد در مورد تکلیف سوال میشد، میگه چی تکلیف داری، با تکلیف بگو برخواد، بعد میگه کسی دیگه تکلیف داره، بگو یک به چی کنه رای علاج برش بگه. یک مریض رای علاج دیگه مریض خودم میگفت. مریض میگفت. بسیار عالی، بسیار یک سیستم عالی و دقیق بوده. خب دکتر صاحب در ارتباط با هم صحبت بکنین که خدماتتان چی گونه بود، عرضه خدماتتان در ارتباط با این معلومات. عرضه خدمات ما به شکل مجانی و رایگان بود. ما با ماینه و با دارو درمانی و با روان درمانی از بهتر مجانی و رایگان بود و حتی برای مریضا دواهای سایکوتروپ و دواهای مسکن اعصاب برشم رایگان مجانی توزیع بکنه. دقیقاً، بسیار عالی. حتی بعضی کمک‌های دیگه که فردن مثلا حتی برای مریضا گندم توزیع بکنیم، برای شیر توزیع می‌کردیم. هم کمک‌هایی که خود دکتر صاحب نازفی از ملل متحد دیگه مراجع دیگه جلب میکنن، این به مریضا توضیح میشد. بله، بسیار عالی، بسیار یک سیستم خوب و دقیقی بوده و همچنان تداویشان بسیار عالی بوده. سلامت باشین دکتر صاحب. خوب باشیم. بیننده های عزیز، فعلا هم یک رفت و برگشت کوتاه داریم، زود زود برمیگردیم. دوباره برگشتیم عزیزان بیننده و همچنان دکتر صاحب روستاخیز هنوز هم با ما هستند و بسیار معلومات عالی و دقیق در ارتباط با تاریخچه صحت و روان صحت بسیار معلومات عالی را کردن و همچنان بحث ادامه میتیم. خب دکتر صاحب، میشه در ارتباط با هم صحبت بکنین پروتکل همکاری متقابل که بین بعض از کشورهای همسایه امضا شده بود، محتوایش چی بود و همچنان با کدام کشورها به امضا رسیده بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شاد روان دکتر محمد صادق بن ناصفی با تشکیل افغان ملل هلت و تاسیس شفاخانه روانی کابل و شفاخانه متعدین اکتفا نکرده، بلکه پروتکل همکاری متقابل با کشورهای دوست و کشورهای جهانی امضا کرد که اولین پروتکل ای با کشور هندوستان با آل اندیا میدیکل اینستیتوت شعبه دپارتمنت عقلی سبی ایمس یا آل اندیا میدیکل اینستیتوت امضا کرد. دومین پروتکل متقابل با کشور ایران با بخش روانیش با قلم منتلیت چیز بکرد. سیومین پروتکل متقابل همکاری متقابل با کشور استرالیا. چهارمین پروتکل با کشور هالند و پنجمین که پروتکل همکاری متقابل با کشور کانادا هم زاکن و این کشورها که از هندوستان مهن آیزک آمد به افغانستان برای اراده سیمینار یک چراب به افغانستان، از کانادا هایزک آمد یک پریست یا مولای عیسوی بود و از استرالیا جان فیست آمد در این بخش امروی ما همکاری داشت. بله،
بسیار عالی. خب دکتر صاحب چی خوب است که در ارتباط با هم صحبت بکنین، چون امروزه هم در این سیستم نظام صحت هم خیلی توجه خاص در ارتباط با معتادین هست. میشه بگوین که در اون زمان اگر معتادین بوده و یا هم کم بوده اقشارش چی خدمات را روی دست داشتن، یعنی کدام کارها را انجام میدن؟ در شفاهانی معتادین، در شفاهانی حضرت صاحب، ما با شفاهانی معتادین ساختیم تقریبا 20 بستر. ما بر مریضا یک شفاهانی 20 بستر ساختیم که در این مریضا قبلا بر مریضا انگیزه داده میشد، آماده میشدن بر ترک اعتیاد، و مریضا تقریبا بر 10 روز تا یک ماه به این شفاخانه میموندن که 10 روز اول سمزدایی بود، با کش باز تجدید تربیت بود و حل مشکلاتش بود که روانشناس و کارمند شمی امروی صحبت میکرد. سلامت باشین. خب میایم روی یک سوال خیلی مهم. بر علاوه که شما استاد پوهنتون علوم طبی کابل بودین، دیگه در اون زمان در پهلوی استاد برناصفی شما کدام کارها را انجام میدین؟ یعنی وظیفه مشخص شما چی بود؟ من همکار بسیار خوب و دوست داشتنی دکتر صاحب شادروان صادق، محمد صادق برناصفی بودم که او در کارهای اداری بود و همیشه بر مثال میداد که سایکوتراپی که روستاخیز میکنه من نمیتونم. ما در وقت مسئول یا دایرکتر بخش مرکز خدمات ساعت روانی خوشحال می نبودم. بسیار عالی. که هر روز مریضا را هم با دوا و با روان درمانی تداوی می کنم. بسیار عالی. که من یک خاطره دارم که سفید ایران یک روز آمد به مو سنتر ما. و خیلی ایران شد، بوزده شد در افغانستان یک قسم تداوی ها. ما در مورد تقریبا 30 مریض تداوی میکردیم. اونجا آمد سفیر ایران از سفارت ایران نگایت آمد، بسیار ایران ماند و بسیار برش دلچسب بود. بله، سیستم بسیار عالی بوده دقیقا. خب میشه بگوین که چی زمانی بسیار یک سیستم و نظام عالی دقیقه که بود، چی زمان از بین رفت و چی چیزها باعث شد که فروپاشی بخود؟ متاسفانه که بعد از خود دکتر صاحب نجیب ای مراکز سطح مراکز خدمات سطح روانی یک پای دیگر توسط سلاحدار غیر مسئول تخریب و چور چپاول شد و فعلا دو مرکز بخیه کلیمه فعال در کابل وجود داره. بله بله. پیشنهاد ما به وزارت ستامه فعلی افغانستان است که کچی فساردت مایره تقریبا قبلا هم به وزارت وزیر ستامه آقای فیروزین فیروز چقدر ما علاقه نگرفت، به وزیر ستامه فعلی افغانستان که جناب دکتر جواد هستن به اینا خوشمندم تا دوباره این مراکز احیا کنه. برای دی که این جنگ تقریبا 42 سال است در افغانستان جنگ و بوران است. بله. و ما چون کسی هستم که همیشه با این مریضا هست، هر روز سر کار دارم. بله. و ببینیم چقدر مریض مشکلات روانی دارن. بله. چقدر مریضا معتاد هستن. از اون خاطر باید که وزیر صحت عام این مراکز دوباره در کابل احیا کنه و در هر ولایت باید یک مرکز خدمات سطح روانی ایجاد کنه. بله، سلامت باشین. پیشنهادتان بسیار عالی است، چون یادآوری کردن که بیشتر از 4 دهه است که جنگ هست و همچنان او زمانی که جنگ هم نبوده شما قدر بسیار کارهای عالی و دقیق انجام میدادین. اگر فعلا مرکز صحی صحت روانی باز شوه و همچنان دوباره ای کارها آغاز شوه و فعالیت انجام بگیره، شاید که صحت روان ما بهبود پیدا کنه. سلامت باشین. ببخشید، یک خواهش از وزیر ستامی فعلی دارم که با پاس خدمات ارزشمند دکتر محمد صادق بناصفی همیشه وخانه روانی کابل با نام موضوع مسما کنه. دقیقاً، سلامت باشین. تشکر از اینکه امروز تشریف آوردین. بسیار یک خاطره شیرین و همچنان معلومات بسیار عالی. دقیق، سلامت باشین که تشریف آوردین و دعوت ما را پذیرید. تشکر از شما. بسیار تشکر. خدا کنه که این معلومات برای شما ارزشمند بوده باشه. سلامت باشین. بسیار عالی و ارزشمند. بیننده های عزیزی بود داشتایی بخش برنامه که دکتر صاحب معزز، دکتر صاحب روستاخیز در ارتباط با تاریخچه صحت روان بسیار معلومات عالی و دقیق ارائه کردن. انشاءالله که برای شما عزیزان بیننده که شایق بودین براتان معلومات عالی بوده باشه و همچنان فعلا یک رفت و برگشت کوتاه داریم. زود برمیگردیم.